امیدوارم خیلی منتظر نمونده باشی. نه خیر، اما خواهش میکنم دیگه خونم نیایی. یگیت یه بار بهمون شک کرده، بهتره نور رو به خودمون مشکوک نکنیم. آقا کریم، برای شما همه چیز رو به راهه، اما برای من وضعیتم اونقدرم خوب نیست. انگار هنوزم ناراحتین. توقع داشتم با قدمایی که گذاشتیم شما رو خوشحال کنیم. قدمایی که گذاشتین محکم بود. محکم بود اما بی‌تأثیر. یعنی برای من هیچ تأثیر نداشت. من وقت زیادی ندارم. آروم باش. آروم باش نور. هر زنی و همینطور شما نباید تو دوران بارداری انقدر استرس داشته باشین. من شما را کاملا درک میکنم. میشه یه لحظه حرف نزنین؟ بله نور. کریم الان کجایی؟ تو جلسه. نور صدامو میشنوی؟ آره میشنوم، پس مزاحمت نمیشم. مشکلی پیش اومده؟ نه بعدن حرف میزنی. باشه، همین که جلسم تمام شد بهت زنگ میزنم. خیلی خوب، داشتیم چی میگفتیم؟ نور، میدونین که یگیت هنوزم داره به نور فکر میکنه. میدونم شما چی کار کردین، دارین نقش بازی میکنین یا واقعی به من ربطی نداره و این کافی نیست. ببینین آقا کریم، من دارم وقت از دست میدم که این به ضرر شمام هست. شما باید زودتر نور رو برای همیشه از یگیت دور کنی. یعنی اگه نور انگار موضوع جلسه‌تونه نوره. خیلی خوب، میتونین به حرفاتون ادامه بدین. واقعا یه شوخی بی‌مزه‌ای بود. کجا اجلال؟ دستت رو شد، اما نمیذارم فرار کنی. معلوم هست چی داری میگی؟ اینم یکی از عادتهای بدته. حتی تو دستیسه چینی هم لوبری بازم حرف خودتو میزنی. اما این دفعه من نمیذارم. باید وایسی و حرف بزنی. همه چیزو باید بهم بگی، چون دیگه دستت واسه من رو شده. من هیچ وقت نمیام به تو یکی حساب پس بدم، فهمیدی؟ ها، تنها کسی که میتونی ازش حساب پس بگیری آقا کریم هست، فهمیدی نور؟ حرفای اجلالو شنیدی؟ خب میخوام ببینم واسه این کار چه توضیحی داری کریم؟ خدا لعنتت کنه احمد، اومده منو سیمجی میکنه. زنی که پست، احمق پست. در قدم اول از اینکه بهت دروغ گفتم معذرت میخوام، نباید این کارو میکردم. بله، نباید این کارو میکردی. حتی فکر میکنم نباید با اجلال ملاقات میکردی. کاش که میدونستم که این عکس‌العملت به خاطر حسودیه یا نه. تو دلیل این عکس‌العملو خیلی خوب میدونی. اگه در موردت بهم گفته بود، یادته؟ گفته بود که با اجلال حرف میزنی و با هم در ارتباطی. گفته بود که دارین با هم یه نقشه میریزی. نقشه؟ اگه نقشه نمیکشین پس چی کار میکنی؟ باهاش قرار ملاقات گذاشتی، بعد به من میگی تو جلسه ای. من به تو اعتماد کردم.
تو تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم. برای اینکه بتونم از کسی که دوستش دارم فاصله بگیرم، خودم رو قانع کردم که با تو وارد این بازی بشم. اما حالا وقتی میبینم با اجلال در ارتباطی، چطور میتونم بهت اعتماد کنم؟ حق با تو نور، متاسفانه حق با توه. آره، من با اجلال در ارتباطم. شما میتونین گوشیم هم چک کنین. یه ساعت پیش بهم زنگ زده بود. 20 یا 25 دقیقه بعدش من رسیدم اونجا. دیدم در کاملا بازه. چند بار صداش کردم، کسی جواب نداد و رفتم تو. بقیه‌شو دیگه خودتون میدونین. شما چرا رفته بودین اونجا؟ میگفت میخوام یه موضوع مهمی رو بهت بگم. در مورد خانم قبلیم و رئیسش کریم سانجاکلی. همون موضوعی که این روزا تو روزنامه‌ها در موردش می‌نویسن. خودش بهم زنگ زد. گفت میخواد با هم حرف بزنه. میگفت موضوع مهمیه. من مطمئنم این حادثه به کریم سانجاکلی ربط داره. آره، اجلال گفت میخواد منو ببینه و این اولین بارش نیست. خیلی ناراحت بود، نتونستم رد کنم. اون فکر میکنه که ما واقعا با همیم. فکر میکنه که تو به من یه شانس دادی و اینو برای خودش، برای پسرش و همینطور بچه های آیندهش یه اتفاق خوب میدونه. زندگی اون زن با هزار جور دسیسه داره میگذره. اگرم از تو چیز خواسته باشه، من مطمئنم که اینو به خاطر خوبی بچه هاش ازت نخواسته. ولی اگه راستشو بخوای، وقتی من تو رو با اون دیدم، تو شک افتادم که آیا تو این بازی تو با منی یا بر علیه منی. اصلا نمیدونم چی درسته. این حرفایی که داره میگی حق من نیست نور. بازم تحت تاثیر ایگیت قرار گرفتی، چون اون گفته من با اجلال هم دستم. داری اینا رو میگی. من میدونم بازم پشت سره این همه عصبانیتت ایگیت نقش داره. اجلال به عنوان یه مادر ناچار میخواست در مورد رابطه من و تو اطلاعات بگیره، به خاطر همین اینجا اومد. ایگیت هنوزم نمیخواد باش عقد کنه. بهتر من و تو هم اون زن رو یکم درکش کنیم. من اینجا نیومدم اجلال رو درک کنم. خب تو بگو، چرا به هم دروغ گفتی؟ دروغ گفتم تا تو خجالت نکشی. من چرا خجالت بکشم کری؟ بس کن نور. خودت هم میدونی که چرا مردم اینقدر دارن در مورد شما سه تا حرف میزنن. چرا بیشتر خانما از تو نه بلکه از اجلال طرفداری کردن؟ تو چرا خواسته یا نخواسته مجبور شدی این بازی رو انجام بدی؟ من فقط به خاطر مرت و اون بچه. اجلال داره چی کار میکنه مهم نیست. الان تو برای همه همون خانمی هستی که یه زندگی رو خراب کرده. تو هر چقدر داد بزنی من بیگناهم، من دوست دخترش نیستم، یا بگی من نمیدونستم اون متأهل بوده، بگی نمیدونستم که خانمش تو کاما بوده، بازم تو مقصری. هر چقدر بگی من ازش جدا شدم، بگی ما دیگه با هم نیستیم، بازم تو همون آدم بده ای. فهمیدی نور؟ اما کسی که نمیخوای ازش نجات پیدا کنی تو رو به این وضع انداخته نور. رو پیشونید برای همیشه نوشته که تو فقط زن دومشی. من میخوام تو رو از این مخمصه نجات بدم. به خاطر همین نگران حرفای اجلال شدم و این ملاقات رو قبول کردم. جلوی من با همه یه کارایی که کرده بود، یه زن نگران و باردار نشسته بود. با مخفی کردن این ملاقات فقط خواستم دوباره جلوی همه خجالت زده نشی، که بابتش معذرت میخوام. اون ازت چی میخواست؟ اگه راستشو بخوای وقت نشد اینو بفهمم. همین که اومد در مورد رابطه من و تو سوال پرسید. زن بیچاره ایگی تو به خاطر بچه‌هاش یه امید کوچیک میدونه و فقط میخواد یه خانواده خوب و صمیمی داشته باشه. نور، تو یه خانم مهربونی. دختری مثل تو هیچ وقت نمیخواد عمدان به یه مادر، به یه زن باردار هر روزی استرس و ناراحتی جدید بده. در آینده اگه به خاطر این اتفاقاتی که داره میفته بچه اجلال و چیزش بشه، خدا نکنی. من این درد رو یه بار تجربه کردم. از خدا میخوام این درد رو به هیچ کس، حتی به دشمنم نشون ندی. الان اینو میگی، اما وقتی منو با اجلال دیدی فقط به خاطر تهمتایی که ایگیت بهمون زده منو مقصر فکر کردی نور. اگه واقعا نمیخوای باعث دردهای بزرگتر بشی، دیگه نباید این کارو بکنی. از سایه سیاه ایگیت خودتو نجات بده. به خاطر تهمتای اون متاثر نشو و به تنها کسی که میتونه تو رو از این گرداب نجات بده حمله نکن نور.
و فقط رو بازی که انجام میدیم تمرکز کن. ببخشید منشی زنگ زده، حتما موضوع مهمیه. چی؟ تو چی داری میگی؟ این چطور امکان داره؟ چی شده؟ اصلا باورم نمیشه. کدوم بیمارستان؟ خیلی خوب، من همین الان میام. چی شده بیمارستان؟ چرا؟ هزار، یکی به هزار حمله کرده. حمله کرده؟ من الان میرم بیمارستان، بهت خبر میدم، باشه؟ خدا کنه مشکل خاصی نباشه. خیلی ممنون آقای گیت. اگه بازم به کمکتون نیاز داشتیم دوباره مزاحمتون میشیم. هر وقت خواستین میتونین بهم زنگ بزنین. بازم ممنون. آقای دکتر، حالشون چطوره؟ الان نمیتونم چیزی بهتون بگم آقای گیت. ضربه محکمی به سرش خورده و همچنان اکثر استخوان‌های بدنش شکسته. خدایا خیلی چطور امکان داره؟ خواهش میکنم هر کاری میتونین انجام بدین. نگران نباشین، ما همه ی تلاشمون رو میکنیم آقای گیت. میخوام لحظه به لحظه از حالش با خبر باشم، این برای من خیلی مهمه. نگران نباشین آقای گیت، ما همه ی تلاشمون رو میکنیم و به شما خبر میدیم. انشالله حالشون خوب میشه. خیلی ممنون. انشالله خوب میشه، یعنی امیدوارم زودتر حالش خوب بشه. باید بگم پلیس همه ی جزئیات لازم رو بهتون میده. هازال خانوم رو من پیدا کردم، اونم تو خونش. تو خونش؟ بله، یه موضوع مهمی بود که میخواست بهم بگه. اینقدر مهم بود که نمیخواست بیرون از خونه ملاقات کنیم. بهم گفت بیا خونم. از اون به بعدشو دیگه میدونین، نتونستیم حرف بزنیم. بقیهش هم پلیسا براتون توضیح میده. کریم سانجاکلی؟ باید حرف بزنیم آقای گیت. ببینین، نه نور و نه آقا کریم نباید در این مورد چیزی بفهمن. من تنها نمیخوام کریم رو نجات بدم، بلکه میخوام تا دیر نشده نور رو متوجه اشتباهش کنم. چاره دیگه ای نداشتم. مطمئن باشین که دارم راستشو میگم. خواهش میکنم بیاین، میخوام بهتون چیزی رو بگم که به خاطر تموم شدن این مزخرفات حتی نیازی نیست به نور یک کلمه هم چیزی بگین. ایلماس، به هازال حمله شده. الان بیمارستانه، تو اینو میدونستی؟ آه من فکر کردم میگید میخواد بیاد تو رو بکشه پس دورش بزنه. بیچاره رسیده. میتونی برای دو دقیقه جدی باشی؟ دارم میگم کتکش زدن. چی بگم عزیزم؟ خدا کمکش کنه. انشالله که موضوع جدی نباشه. انشالله. منم دقیق نفهمیدم که چی شده. خب از ایگیت خبری نداری؟ نه، انگار این بار خیلی ناراحت شده، یا شاید دیگه چیزی برای گفتن نداره. انگار اگه حرفم نزنه تو ناراحت میشی. ایلماس، از این که به زنگ زدم پشیمونم نکن. تو اصلا میفهمی چی داری میگی دختر؟ گوش کن، نمیخوام ناراحتت کنم، فهمیدی؟ باشه، شوخی کردم. ایلماس، میخوام یه چیزی رو ازت بپرسم، اما لطفا درست جواب بده. باهات شوخیم ندارم. اجلال چطوره؟ خوبه، خیلی هم خوبه. اصلا به تو چه؟ آخه من موندم، تو رو چه به حال اجلال عزیزم؟ اوه، به خاطر خودش نمیگم، من نگران بچه‌شم.
یعنی این اتفاقات اخیر چه میدونم؟ میترسم به خاطر من اونو چیزیش بشه. آه تو واقعا چقدر با وجدان بودی؟ آخه تو رو چه به بچه ی اجلال؟ تو چرا ناراحت باشی؟ در ضمن تو الان باید به فکر کریم سانجکلی باشی. تو رو چه به بچه ی این؟ شش، گوش کن. نکنه تو با این فیلم بازی کردن ها داری راستی راستی عاشق این آقا کریم سانجکلی میشی ها؟ الماس، تو رو خدا انقدر چرت و پرت نگو. خب چرا نشی؟ پولدار که هست، خوش تیپم هست. آی باشه باشه، نراحت نشو نور. میدونی من الان کنار استخرم، میگم کاش تو هم اینجا بودی ها. نه نه، انگار تو واقعا دلت میخواد کتک بخوری. خیلی خوب، مواظب خواهرزادم باش. باشه، میبوسمت. هر چقدر میخوای ازش متنفر باشی، اما به عنوان یه زن بهتره یکم درکش کنی. خودت هم میدونی که چرا مردم اینقدر دارن در مورد شما ستا حرف میزنن. چرا خانما از تو نه بلکه از اجلال طرفداری میکنن؟ تو چرا خواسته یا نخواسته مجبور شدی این بازی رو انجام بدی؟ تا هر چقدر هم داد بزنی که من بیگانه‌ام، من دوست دخترش نیستم، یا بگی من نمیدونستم اون متعهل بوده، بگی من نمیدونستم که خانمش تو کما بوده، بازم تو ما قصوری. هر چقدر بگی من از عاشق شدم، بگی ما دیگه با هم نیستیم، بازم تو همون آدم بده این داستانی نور. نارنگی آوردم، نارنگی های تازه، سیب ببر بابا سیب. بفرما بگیر آبجی. بفرمایی. خدا بده برکت. این همون دختره نیست؟ آره والا خودشه، با چه روی اومده بین مردم؟ اول نشناختمش. بفرما خانم، بفرما، بیا این برای بسیار. شواری یه زن مریض رو ازش گرفته، بچ شگون. خسته نباشی. با چه روی میاد بین مردم؟ مگه کیه؟ اینو برام بکشه. زن دوم همون تاجر مشهوره دیگه. کسی که روی زن باردار دست بلند کرد. خانم خانم خجالت بکشید. اینو بدون هیچ وقت خوشبخت نمیشی بچه. چطور میتونین قضاوت کنی؟ خاک تو سرت. ولش کن، طلاقش شدی دیگه. اینا فوراً رفت سراغ یکی دیگه. آبجی اینا بی شخصیتن، فقط دنبال پولن. چی شد ها؟ چی شد؟ شوهرمون زن مریضو ازش گرفتی، چی شد؟ توف تو صورتت بی حیا. اینجور آدم ها اصلا حیا نداره. اصلا شما بی حیایی. شما هم بالاخره تو خونه دختر دارین. بعدی به خدا این کار شما بدتر از کار منه. برو برو فرار کن، فرار کن. دختره یک کسافت، برو برو گم شو شوهر دو. خجالت نمیکشه از دیدنش، حالم به هم میخوره. ولش کن آبجی، کلن روزم رو خراب کرد. ولش کن نور، آروم باش. ولش کن، آروم باش، آروم باش. همه جا رو دنبالت گشتم، چه خبره؟ این دیگه چه وضعشه ها؟ یعنی چی چه وضعشه؟ ای همچین خودتو انداختی اینجا، انگار خونه باباته. اگه خونه بابام نیست، خونه شوهر آیندم که هست مامان. دوباره این زبونه تو باز شد و همه چیزو فراموش کردی. انگار نه انگار که چه اتفاقی افتاد. مگه نه دخترم، تا کی میخوای اینجا باشی؟ مامان انقدر مثل قبل بهم فشار نیار دیگه. ای بابا، من میخوام همه اون اتفاقات بعدی که قبلا افتادو فراموش کنم. مامان میخوام از این به بعد بیشتر بیام اینجا، لذت ببرم و فقط استراحت کنم. همچی میگه استراحت کنم که انگار چیکار کرده؟ چقدر تو ندید بدید بودی. اوف الماس، دخترم من خیلی نگرانم.
این آدم چرا گفت من آیندتو تضمین نمی کنم؟ ببین مامان جون، لازم نیست انقدر نگران حرفای علکی جاهد باشی. اون هنوز از زنش جدا نشده، بذار جدا بشه، یکم حسابش آروم بشه، بعد یه فکرم به حال من میکنه. ببین مامان، وقتی اینجوری به هم نگاه میکنی من بیشتر نگران میشم و میترسم. انقدر به هم فشار نیار دیگه، چون اگه من ناراحت باشم رو بچم تأثیر میذاره، این برای بچم ضرر داره مامان. آره دخترم حق با توی عزیزم، آره حق با توه. تو الان بار داری، باید بهت اعتماد کنیم، چون به غیر از این کاری از دستمون بر نمیاد. و میدونی که بچه بدون پدر بزرگ کردنش چقدر سخته. اوف خدایا، ازت خواهش میکنم همه ی گناه های دخترم رو ببخش و مواظب نوام باش تا چیزیش نشه. وای خدای من. خیلی خوب مامان جون، زود باش بیا یکم برای نوت میوه پوست بکن. بیا. نازن خانم هیچ کاری نمیتونن بکنن آقا جاهد، من همه چی آماده کردم. برادرش چی؟ امکان داره تو دادگاه جلوی قاضی ما رو سورپرایز کنن، یعنی هرچه بیشتر آماده باشیم به نفعمونه. تو بازم حواست به نازن باشه، وقتی اینقدر راحت امضا کرده حتما یه نقشه ای داره. من فکر نمی کنم نازن خانم با این وضعشون نقشه ای داشته باشن. این یعنی چی؟ اتفاقاتی براش افتاد، برخوردهایی که باهاش میشه اونا کاملا عوض کرده. منظورت از این حرفا چیه؟ میشه یکم واضح تر حرف بزنی؟ حالا نازن خانم اصلا خوب نیست آقا جاهد، هم از نظر روحی و هم از نظر فیزیکی. یعنی داداشای نازن خانم ایشونا. خیلی خوب فهمیدم، به هر حال نمیخوام بشنوم، این به من ربطی نداره. خیلی خوب، پس من درخواست ما به دادگاه میدم، اینجوری از تاریخ دایر شدن دادگاه مطمئن میشیم. فعلا با اجازتون، روز خوش. حال روحیش به من مربوط نیست. اصلا به من چه؟ آی آی پام، مامان پام درد میکنه. مامان گفتم بس کنین دیگه، میخوام درسمو بخونم. اوف آروم باشین دیگه. این همون صورتیه که تا دیروز بهترین کرمو میزدی و برای بهتر شدنش میرفتی آرایشگاه. مامان دعوا نکنین دیگه، چی شده؟ این چرا داره گریه میکنه؟ چی شده؟ مصطفی آروم باش پسر، آروم باش، با تو هم مصطفی، بذار بابات بیاد. میگم همچین حسابتو برسه که نتونی بلنشی، فهمیدی؟ دختر تو هم بس کن دیگه، همش داری گریه میکنی. بیا پای دختر. آی دختر تو چی کار کردی؟ خب چی کار کنم؟ تو این خونه مگه چیزی هم پیدا میشه؟ الهی خدا چی کارت کنه؟ چه؟ دیگه میخوای چی کارم کنه؟ من به خاطر صورت نازن خانم نرفتم این گوشتو نخریدم، همچین با خیال راحت گذاشی رو صورتش انگار نه انگار. شب میخواستی ناخونامونو بخوری؟ بهتره بری و اینو به شوهر ظالمت بگی. بسه دیگه، هر روز وقتی میاد خونه کتکم میزنه. شما چه جور آدمایی هستین؟ هیچ آدمی سگ دم در خونه‌شو اینجوری نمیزنه که شما منو میزنید. شوهره دیگه، ما رو حرف شوهرمون حرف نمیزنیم، چون نمیخوام مثل تو بشم. حداقل میرفتی یه لقمه نون میگرفتی، اما نه خیر، نازان خانم خوشگل رفته گوش گذاشه رو صورتش. الهی از این بدتر بشی. زنده داش، به خدا داری دیوونم میکنی. این چه وضعشه؟ شما دیگه خیلی گدا گشنه بودین. به خدا، به خاطر یه تیکه گوشتم تو هم بیا کتکم بزن. بس کنین دیگه، من اون همه سال یه عالمه پول واسه تون فرستادم، دیوونم نکنین و بگین اون همه پولو چی کار کردین. برو همه اینا رو از اون داداش بی غیرتت بپرس. برو ازش بپرس که تو کدوم قمارخونه، تو کدوم هتل و روی کدوم میز و چند بار قمار زده و باخته. برو ازش بپرس دیگه. ببین به خدا به اینجام رسیده دیگه نمیتونم تحمل کنم. به تو میگم تو بری و به اون شوهر دیوونت اینو بگی. به خدا چشم میبندم رو داداش بودنشو، میرم ازش شکایت میکنم و میندازمش زندان. آمین آمین. برو دختر، من که از خدامه. به خدا اگه جلو تو بگیرم، برو دیگه. ببین زن داداش، ما هم دیگر رو بهتر از بقیه درک میکنیم، پس اگه با هم حرکت کنیم موفق میشیم. من دیگه نمیتونم راحت اینجا بشینم تا داداشم بره طلاهای گرون قیمت منو به 2000 قمار ببازه. دارم دیوونه میشم.
دختر خدا لعنتت کنه دختر. آی همه یه لباساتو کثیف کردی. برو بابا تو هم با اون تلهات برو ببین کیه داره در میزنه دیوونه. آی خدای من. وای خدایا دارم اینجا دیوونه میشم. بفرمایید. جون با کی کار داشتین؟ با آقا کاظم کار داشتم. دختر کی بود؟ اوه آقا فخری جون خوش اومدی. خیلی ممنون. میخوام بگم بفرمایین تو اما کاظم اینا خونه نیستن. بازم اشکالی نداره بفرمایین تو. یه قهوه براتون درست میکنم یه کمی هم با هم حرف میزنی. برین کنار ببینم. اوف وای خدایا من فقط همینو کم داشتم. معلوم نیست این دیوونه دیگه از کجا پیدا شد. آقا فخری جون اگه میخوای به کاظم زنگ میزنم میگم شما اومدی. اون خانوم همسایه‌تونه؟ خانوم؟ آه نه نه اون آبجی کاظمین هست. خوبه پس به کاظم بگو من اومده بودم. چشم خداحافظ تو. اینا رو از اینجا جمع کنین دیگه. تو هم برو بشین درستو بخون. این مردی که ای بیادب کی بود زنده داشت؟ درست حرف بزن دختر. آقا فخری آدم بزرگیه تو کوچه بالایی هتل داره. بلند شو هنوزم داره میخوره. تو اصلا سیر نمیشی ها. چه خبر اینقدر میخوری؟ من فکر نمی کنم نازان خانم با این وضعشون نقشه ای داشته باشن. اتفاقاتی براش افتاد برخوردهایی که باهاش میشه اونو کاملا عوض کرده. حال نازن خانم اصلا خوب نیست آقا جاهد، هم از نظر روحی و هم از نظر فیزیکی. عالیه به خدا، عالیه، عالیه. آزال خانو، معاون منه، همه چیز منه. کسی که این کارو انجام داده انگار به من آسیب رسونده. من هر کمکی که از دستم بر بیاد انجام میدم. آقا کریم اگه چیزی فهمیدین زودتر به ما خبر بدین. انشالله زودتر حالشون خوب بشه. بریم. آقای دکتر حال مریضیمون چطوره؟ ما داریم همه ی تلاشمونو میکنیم آقا کریم. من بیشتر نگران خون ریزی مغزیش هستم. یعنی اگه زنده بمونه همه چیز مثل قبل خوب میشه؟ به خاطر گفتن این حرف هنوز خیلی زوده. الان با اجازتون میرم پیش مریضمون. ببخشید یه لحظه. چند دقیقه پیش دیدم با آقای گید حرف میزنین. فکر کنم خیلی نگران آزال خانم بودن. آقای گید با بیمارستان ما رابطه خیلی خوبی دارن. آزال خانم و خودشون آوردن اینجا. حتما پلیس اینو بهتون گفتن. آره میدونم خیلی کار خوبی کردن. آقای گیتم دقیقاً مثل شما خیلی نگران حال این خانم بودن. آقا هر اتفاقی که بیفته من بهتون خبر میدم. نگران نباشین. فعلا با اجازتون آقا.
ببینم هدف چیه یگیت کوزان. ببین به خاطر اینکه توجه کسی رو جلب نکنیم گفتم بیای تو، چون هنوزم مردم وقتی منو تو خیابون میبینن ازم بعدشون میاد، هنوزم ازم متنفرن. تو این بازیرم داری به خاطر حرفای مردم انجام میدی، فهمیدی؟ اینقدر به هم فشار نیاری گیت. ببین من نیومدم تا باهات دعوا کنم، باشه؟ اومدم تا برای آخرین بار جلوتو بگیرم و بهت بگم مراقب اون کریم باش. با هر قدمی که به خاطر دور شدن از من میذاری نمیدونم به کجا میرسی، ولی این تبدیل شده به یه موضوع خطرناک. این تاکتیک جدیدته؟ این دفعه به خاطر اینکه باهاش رفتم تفریح به جای داد و بیداد داری جدی جدی ذهنمو درگیر این چرندیات میکنی؟ تو مگه عقلم داری؟ ها؟ همه یه فکر و ذکرش شده فرار کردن و دور شدن از یگیت، همش داری فکر میکنی چطور میتونم یگیت رو بفرستم پیش اون اجلال. دیگه به هیچی فکر نمیکنی، چشات کور شده، هیچی رو نمیتونی ببینی. چون همیشه و هر جا تو میای جلو چشام تو همه جا هستی. اون کسایی که امروز تو بازار، اون آدم یه مشکل جدی داره. چی؟ کریمو میگم، کریم یه مشکل داره، میفهمی؟ من نمیفهمم تو داری چی میگی، اما اگه راستشو بخوای تنها مشکلی که من دارم فقط توی... بذار برا توضیح بدم، واسه یه بارم شده ساکت باشه، به حرفام گوش بده. تو اصلا از هیچی خبر نداری. میخوای بگی من از چه چیزایی خبر دارم؟ مثلا از این که تو دیگه داری منو دیوونه میکنی، یا اینکه الان یه زن باردار با پسرت منتظر تو هست. خدایا خودت به هم صبر بده. من میگم که من دارم میگم اون آدم یه مشکلی داره. منم دارم میگم تنها مشکل من فقط تویی. ببین من امروز تو وضعیتی نیستم که بزنم در و پنجره رو بشکنم و بپرسم چرا باش رفتی تفریح، چون که بالاخره یگیت اصلی خودشو نشون داد. میدونستم که به خاطر شکستن و داد و بیداد اومدی. دیگه واقعا داره صبرم لبریز میشه. اصلا من نمیدونم چرا دارم به حرفای تو گوش میدم. نه اینکه خیلی هم گوش میدی، هیچ وقت به حرف من گوش ندادی. امروز این آدم چه روز خوبیه. هر نیم ساعت یه بار با هم روبرو میشی، چون تو همیشه دنبال منی. اگه تو بیمارستان پلیس‌ها وقتمو نمیگرفتن تا اینجا با هم میومدیم. پلیس چرا؟ من چیزی رو نفهمیدم، شما کجا با هم روبرو شدی؟ وقتی به خاطر آزار رفتم بیمارستان اونجا با ایشون روبرو شدم. با تو؟ به خاطر چی؟ هازال خانومو من بردم بیمارستان. تو بردی؟ بله، میخواست با هم حرف بزنه، در مورد کریم بود. به هم گفت یه موضوع خیلی مهمیه، میگفت چیزی هست که باید ببینم، و بعد از اون این بازی احمقانهی که با این احمق شروع کردی تموم میشه. اما خیلی عجیبه که قبل از اینکه اون خانم با من حرف بزنه مورد ضرب و شتم قرار میگیره. آقا کریم نمیخواد چیزی بگه. من همه اون چیزایی که باید میگفتم و به پلیسا گفتم، قبلانم اینو گفتم، توضیح دادنش خیلی وقتمو گرفت. شما چی دارین میگین؟ واضح تر حرف بزنید. آره نفهم نفهم، تو اصلا نمیخوای چیزی رو بفهمی. با این واسه چطور میخوای به این نمایش ادامه بدی؟ شوهر قبلیت میخواد بگه که من به آزال، به بهترین همکارم، به عزیزش، جیگرش آسیب رسوندم، فهمیدی؟ حالا فهمیدی؟ اگه نفهمیدی یه تخت سیاه میارم یا روی یه کارتون بزرگ مینویسم که این آدم اونجوری که نشون میده نیست. اگه کتک زدن هازال کار این نبود، بیا هرچی دلت خواست بارم کن، شاید اون موقع بتونی بفهمی. یگیت خواهش میکنم درست حرف بزن. معلوم هست شما چی دارین میگی؟ وقتی داشتی میرفتی چرا به هم نگفتی که اینقدر حالش بده ها؟ چون من به اندازه یگیت از جزئیات با خبر نبودم. وقتی رسیدم بیمارستان از این موضوع با خبر شدم. با تو یگیت کوزان انگار کاملا عقلتو از دست دادی؟ دلم میخواد این کاراتو فراموش کنم، اما واقعا دیگه داری زیاده روی میکنی. من چطور میتونم اون بلا رو سر هازال بیارم؟ به این بیچارگی دلم میسوزه. انگار این اتفاقات اخیر بیش از حد عصبانیت کرده، مگه نه؟ گوش کن آقا کریم، من نمیدونم چی شده، ولی این زن منه. تا آخرین قطره ی خونم ازش دست بر نمیدارم. اگه اتفاقی بیفته یا یه مو از سرش کم بشه خودم تیکه تیکت میکنم. پس بیشتر مراقب خودت باش.
عادل بابا. آره ایگیتم خودمم. بازم به کمکت نیاز دارم بابا. همونجا یه همیشه گیتی؟ خیلی خوب باشه میام. فکر کنم موفق شد. آره موفق شد. معذرت میخوام نور، الان نمیتونم خون سردیم و حفظ کنم. این نگاه های سوال برانگیزه، سوالی که تا الان تو مغزت خطور میکنه رو خیلی خوب دارم از نگاهات میبینم، چون دلم برات میسوزه. هازال میخواست بگی در مورد تو چی بگه؟ این چه سوالیه نور؟ تو تحت تاثیر حرفای اون قرار گرفتی؟ من تحت تاثیر حرفای ایگیت نرفتم، اما خیلی جدی بود، خیلی مطمئن بود. فکر میکنم که اگه حرفش راست باشه چی؟ من نمیدونم آزال میخواسته چی بگه. ایگیت این حرفا رو از خودش در آورده. ایگیت هیچ وقت دروغ نمیگه. ببخشید معذرت میخوام. ببین من اصلا قصد توهین کردن به تو رو ندارم. تو چی گفتی؟ گفتی ایگیت هیچ وقت دروغ نمیگه نه؟ وقتی خانمش تو کما بود به تو نگفته بود که مرده؟ داری در مورد کسی که فریبت داده حرف میزنی آره؟ بله در مورد همون حرف میزنم و بازم میگم ایگیت دروغ نمیگه. ایگیت هنوزم داری به اون احمق فکر میکنی؟ واقعا معذرت میخوام. منو ببخش، یه هوی کنترلمو از دست دادم. نور من ازت معذرت میخوام. به خاطر اینکه داد زدم معذرت میخوام. من کسی نیستم که به این آسونی ها داد بزنم، اما این تهمت ها باعث این اتفاق شد. تو منو میشناسی. من هیچ وقت نمیخوام مثل ایگیت با داد و بیداد مشکلاتو حل کنم. حتی وقتی اون به هم عمله کرد من هیچ عکس العملی نشون ندادم. تو شاهد همه اینا بودی، حتی دستم بلند نکردم. و حالا متهم به کتک زدن و حمله کردن به آزال شدم؟ نه خیر من نمیتونم اینو تحمل کنم. اون دیگه داره زیاده روی میکنه نور. خیلی خوب باشه، من باید در مورد آزال همه چی رو بهت بگم تا این مشکل حل بشه. آره من مجبورم بهت بگم، نمیخواستم اینطوری بشه، اما مجبورم همه چیزو برات توضیح بدم. هازال 20 ساله که با من کار میکنه. اون نه تنها همکار، نه تنها معاون منه، بلکه بهترین دوستمه. یه زنی که داره با تنهایی مجادله میکنه. پدر و مادرش رو وقتی کوچیک بود از دست داد. کسی رو نداره. تو زندگیش به جز من و شرکتم هیچ چیز دیگه ای نداره. برای من خیلی با ارزشه. علاقه ای که نسبت به من داره یه جورایی دیوونه واره و باید به دکتر مراجعه کنه. من این موضوع رو سال هاست که حس می کنم. بارها تلاش کردم اونو از خودم دور نگه دارم، اما متاسفانه نشد. نتونستم از شرکت بیرونش کنم چون اون اینو قبول نداشت و به خاطر همین از من متنفر بود. یه جوری به هم نگاه می کرد که همش از خودم میپرسیدم این زن با من چه مشکلی داره. میگفتم این از من چی میخواد. حالا جواب همه ای سوالامو گرفتم. علاقه ای که نسبت به تو دارم، تفاهمی که با هم کردیم، بازی که در مقابل ایگید انجام میدیم، حاصل از هیچ کدوم اینا خبر نداشت و همه اینا نشون میده که هدف حاصل تو بودی. الان میفهمم که از من چی میخواست. اما ایگید اون چی رو میخواست به ایگیت بگه؟ اونم تو خونه خودش. هازال بیچاره، کی میدونه که اون تو ذهنش چی میگذشت؟ میدونم که منتظر اینه که جواب منطقی بشنوی، اما من هیچ جوابی ندارم. به خاطر جواب دادن به این همه سوال باید دقیقا مثل هازال
یه زن مریضگونه و افراطی داشته باشیم که این غیر ممکنه. شاید میخواسته بگه که بین من و اون یه رابطه احساسی وجود داره. شاید میخواسته بگه من میخوام از نور سوء استفاده کنم. خیلی چیزا میاد تو ذهنم. نمیدونم چی میخواسته بگه. به این سوالا فقط آزال میتونه جواب بده. نمیدونم تو ذهنه چی میگذره نور، اما بدون که من دیگه نمیخوام بیشتر از این با این تهمت های الکی خودم و تو رو ناراحت کنم نور. الان همه ی حواسم پیش آزاله. میخوام هرچی زودتر خوب بشه. خب نذاشتم ببینمش. نمیدونم الان حالش چطوره. اصلا نمیدونم این شک چطور و از کجا تو وجود ایگیت پیدا شد، اما من دیگه واقعا خسته شدم و الان دیگه نمیخوام اینجا جلوت بشینم و همش از خودم دفاع کنم و برات توضیح بدم، چون واقعا خیلی خستم. فقط نگران حاضرم نور. کی و چرا این کارو باش کردن؟ من این موضوع رو باید حل کنم و امیدوارم زودتر خوب بشه. یه روز عجیبی بود. همه چیز قاطی‌پاتی شده بود. هنوزم نمیدونم چی راسته چی دروغ. و اگه ناخواسته جلوی ایگیت ناراحتت کرده باشم یا چیزی بهت گفتم، ازت معذرت میخوام. هر چیزی که بگی من قبول دارم کریم. تو در برابر ایگیت هیچ عکس العملی نشون ندادی، در مقابلش سکوت کردی. من هیچ وقت حتی فکرشم نمی کنم که تو بخوای به هازال ضرر برسونی. متاسفم. امیدوارم منو اشتباه درک نکرده باشی. واقعا خیلی متاسفم.